سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به کانال یوتیوب من. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چجوری روی ناخونای کاشته شده طراحی هالووینی داشته باشیم. اینطور که میدونید به هالووین نزدیک شدیم و همه دختر خانما دوست دارن که طراحی خاص و شیک داشته باشن. پس با من همراه باشین و این ویدیو رو از دست ندید. مرحله اول، ناخوناتون هر سایزی هستش کوتاهش بعد بکنید. پس من ناخونامو اینجا کوتاه میکنم. بچه من اینجا ناخونامو سوهان کشی میکنم. من از فرمر استفاده میکنم که هم راحت تر هم دوام بیشتری داره. من معمولا وسطش رو جدا میکنم و پایین فرمرم میچسبونم به خاطر اینکه استحکام بیشتری داشته باشه فرمرم. اینطور که میبینید با فرمرم بازی میکنم و دقیق دقیق زیر ناخونم قرارش میدم. حتما باید وسطش وسط رأس ناخون باشه. همطور که میبینید اصلا نباید جای هوا داشته باشه و کاملا باید کیپ کیپ باشه با انگشتتون. بچه حتما یادتون باشه چربی ناخون رو بگیرین و از پرایمر استفاده کنید. پس من پرایمر رو میزنم. قلموتون رو حتما قبل از اینکه مواد گذاری کنید تمیز کنید. من اینجا قلمو کاملا آغشته به لیکوید کردم و مواد گذاریمو شروع کردم. من توی 3 مرحله مواد گذاریمو کامل میکنم. مرحله اول اون بلندی رو که میخواین انتخاب میکنید. مرحله دوم از وسط مواد گذاری میکنید و مرحله آخر به کوتیکول سطح ناخونتون رو فرم دهی میکنید. بعد از اون کاملا سوهان کشی و فرم دلخواهتون رو انجام میدین و بعد از اون با دستگاه اون فرمی که میخواین رو در میارین. حتما یادتون نره خوب بافر بکشین به خاطر که اگر بافر خوب نکشین ژلتون پیلاف میشه. میخوام طراحیمو براتون شروع کنم. بچه من از 2 رنگ استفاده کردم و 2 رنگی که واسه طراحی اضافه کردم متفاوت هستش. زرد و نارنجی و سبز و مشکی. همطور که دیدین الان روی ناخونامو ژلیش سیاه و نارنجی کردم. به خاطر اینکه حالت شفاف بگیره ناخونمون، همطور که دیدین توی ویدیو تاپکاتمون رو با ژلیش مشکی مقدار خیلی کم مخلوط میکنیم. 100% دوبار بعد حتما انجام بدیم. بچه برای طراحی من از الاستیک و ژل استفاده میکنم. میخوام روی یه انگشتم درایش کنم. همطور که میبینید به یه چوب احتیاج داریم و من به شکل دلخواه خودم، شما هرجوری که میتونید استفاده کنید، طراحی میکنم. و همطور که میبینید الان تموم شد. برای اینکه کدو تنبلمون رو بکشیم به رنگ نارنجی احتیاج داریم. من رنگ نارنجیمو کاملا یه دایره میکشم و دومین بار رو داخلش رو پر میکنم که یک سطح باشه و هیچ جای خالی باقی نمونه. برای اینکه چش و ابرو برش بکشیم به اصطلاح باید یه قلم خیلی نازک داشته باشیم. همطور که دیدین
من دوتا مثلث کشیدم و یه دایره و پایینش از دوتا نیم دایره استفاده میکنم برای لبش. ترجیحاً چشو لبش زرد باشه. و همطور که دیدین سرشم با سبز کشیدم. خطای سیاه باعث میشه که طراحیتون ظریف‌تر و قشنگ‌تر به نظر بیاد. میتونین برای اینکه ساده تر اجراش کنین از سیاه استفاده نکنید و فقط با زرد و نارنجی با لاک معمولی هم میتونین استفاده کنید. من یکم از اکلیل استفاده میکنم برای اینکه یکم جلوه بیشتری داشته باشه. اینم کاملا سلیقه‌ای هستش. بعد از اون روش تاپ کات میزنیم. در مرحله آخر منتظر میشیم که خوش بشه 60 ثانیه. جنشا من نیاز به پاک کردن داشت و من موشو پاک کردم که چسبناکیشو بگیرم. خب من که خیلی دوستش دارم به نظر من خیلی جذاب شد. میریم برای طراحی دست بعدیمون. همطور که میبینید من رنگامو اولین بارشو زدم و الان میخوام دومین بارشو انجام بدم. پس شروع میکنم. من روی این انگشتا میخوام 3 تا طراحی، در واقع 4 تا طراحی براتون داشته باشم. پس اول از ایت استفاده میکنم. همطور که میبینید با خط خیلی نازک چشو ابروشو کشیدم و بینیش و 2 تا نقطه برای بینیش میذاریم و بعد از اون یه خط تا بالا میریم. بعد از اون چشاشو میکشید. دوستان حتما میتونید از طراحی ایت استفاده نکنید، ممکنه یکم سخت باشه. نه طراحی دیگه هم استفاده بکنید. من یکم بازم سیاهش کردم برای اینکه قشنگ‌تر بشه. توی طراحی دوم از نارنجی و مشکی استفاده میکنیم و همونطور که میبینید خطای مشکی و نارنجی رو به بالا میکشیم. دوستان این طراحی خیلی آسون هستش. حتما میتونید توی خونه با لاک معمولی یا هر چیز دیگه امتحانش کنید و با 3 تا رنگ. به نظر من خیلی هم جذاب هستش و من که دوستش دارم. اینجا من میخوام عنکبوت بکشم. همطور که دیدین یه نقطه کوچیک و یه نقطه بزرگ احتیاج داریم و من با مشکی دارم انجامش میدم. و تار عنکبوت هم نیاز به 3 تا خط داره. و بعد از اینکه 3 تا خطتون رو کشیدین نیم دایره های راحتی میتونین بکشین. و بچه حتما فراموش نکنید که طراحی نیاز به صبر و حوصله داره و باید روی رنگتون چندین بار برین تا بتونین یه طراحی جذاب و قشنگ داشته باشین. خب به نظر من که خیلی جذاب شد. من خیلی دوستش دارم. امیدوارم شما خوشتون اومده باشه. بچه لطفا سابسکرایب و لایک یادتون نره. دوستتون دارم. حتما منتظر ویدیوهای بعدی من باشید.